عرض ادب دارم به سکه خانم هما سرشار عزیز، خیلی خوش آمد. درود بر شما. درود بر شما آقای میپوری، بر فرهاد عزیزم سلام میکنم و همینطور خدمت شنوندگان خوب برنامه تون. فرهاد رفته بود به یه سفر خیلی دور و دراز. کجا؟ سفر بود دیگه، برگشت. سر به سر میتونم سر به سرشون دارین بزنید؟ نه سر به سر، چهار روز نبود، سه روز نبود. فروده دیروز شما... آمده دوباره برگشته. شما کارگردان فنی دیگری داشتین؟ غزاله. غزاله غزاله بود. آقای میبودی ما تنها نذارید، خواهش میکنم. ممنون. خب شما خوبی؟ من خوبم. همه چی خوب؟ الان با دکتر بهمن مقصود رو صحبت میکردم درباره دو تا فیلم. خب ببینم هیچ کدوم رو شما دیدید؟ یکی باربی گفته، یکم اوپنهایمر. اوپنهایمر که دانشمند بزرگ اتمی آمریکا و یعنی آلمانی است. یکی هم باربی، عروسک باربی. عروسک باربی راجب اونه، راجب زندگی اونه. دیدید؟ و نه خیر ندیدم من زیاد. ولی زندگیش رو میدونی چیه؟ ارادتی به باربی نداشتم اصولا، ولی خب داستان زیبای پشت این زندگی این عروسک هست که جالبش میکنه. و اون اینه که یک بانوی آمریکایی، یک بانوی یهودی آمریکایی به اسم روز هندلر، این خانم و همسرش توی گاراژ خونه‌شون اسباب بازی درست میکردن. کارشون این بوده، گمان هم میکنم اگه اشتباه نکنم از بازماندگان هولوکاست بودن، یعنی از اروپای شرقی اینها اومده بودن، فکر گمان میکنم. اینو مطمئن نیستم. توی بله. بعد این خانم یه دختر داشته به اسم باربارا که بهش میگفتن باربی. بعد با دخترش میرن سوئیس، واسه اینکه واسه همینم هم میگم، چون از اروپای شرقی بالاخره امریکای موقعی که میره در سوئیس یه جایی یا زادگاهش یا علاقه داره به اروپای شرق اروپا. و پشت یه ویترین میبینه که یه عروسک تقریبا قد و قواره بلند، معمولا عروسکایی که بچه‌ها ماها موقعی که کوچک بودیم بازی میکردیم قد و قوارهشون زیاد بزرگ نبود و بعدم بچه بودن، همشون بچه. بچه بودن. میبینی چهرهش هم چهره یه زن بالغ، این عروسکی که قد بلندم داره، بچه نیستش. میگه عجب فکر جالبی کردن اینا. بعد میره از فروشنده بخره برای دخترش، به دخترش میگه تو این دوست داری برات بخرم؟ دختره میگه نه علاقه ندارم به این. میگه بذار من برم یه سوال بکنم برای خودم بگیرم ببینم چیکار میتونم باش بکنم. خب. میره میگیره، بعد اون میگه لباسش هم میخوای؟ این سوالی که از این میکنه یه جرقه در ذهن این زن میزنه که یعنی لباسش لباس داشته. آره، لباس رو عوض میکرد. آره. اوه. که لباسش هم میخوای؟ که ما عروسکی که لباسش رو بکنم و اجازه نداشتیم که عوض کنیم. این چه فکر جالبی. با این فکر و با توجه به این صورت این عروسکی، یه دختر بزرگ بوده، نه بچه، نه یه تینیجر، آره یه تینیجری چیزی بوده، میاد و به همسرش میگه که من یه فکری دارم و میخوام یه عروسکی بسازم که عروسکی بچه نباشه، زن باشه، زن بزرگ ایستاده، یعنی تمام قد باشه. بله، تمام قد باشه و بعد لباس داشته باشه، لباس متعدد. بعد یه جعبه درست میکنیم، یعنی میذاریم عروسک رو میذاریم تو اون جعبه و لباس های متعددی میذاریم، بعد انواع اقسام هر بچه با توجه به سلیقه خودش، یکی از این باکس ها رو جعبه ها رو برمیداره که چه لباس هایی توش باشه به اون تن اون عروسک بکنه. شوهرش مخالفت میکنه، به چند تا از دوستانشون هم میگن، زنها چشماشون برق میزنه، خوششون میاد. خب. مردها تعجب میکنن، میگن مگه میشه همچی چیزی، زن عروسک زن میخوای بدون برای چی درست بکنی؟ بعد در نهایت خودش فکر میکنه که فکر خوبیه و این در امریکا به زبان انگلیسی میگن یه پروتوتایپ، یعنی یه دونه نمونهش رو درست میکنه و میبره به کمپانی متل، کمپانی بزرگ اسباب بازی فروشی، نه نشون میده و میگه که اینو من تو فکرم دارم میخوام بسازم. متل نمیپذیر ازش، میگه این فکر نمیکنم فکر جالبی باشه، ایده جالبی باشه. به قدری به فکر خودش اعتماد داشته که میاد و به همسرش میگه با توجه به تمام مخالفتایی که همین شما دارید میکنید، من این عروسک رو میسازم و میفرستمش به بازار. در همون ماه اولی که این عروسک میره به بازار، تبدیل میشه به یک پدیده در ماهای بعد و بعد میشه باربی، که فکر نمی کنم کسی باشه تو دنیا کسی اسمشو نشنیده باشه، حالا باش بازی نکرده نخریده ولی اسمشو شنیده. و پشت سر این یه سری گفتمان به وجود میاد
که زنهای فمینیست مخالفت میکنن باش، میگن که زن حالا بچه ها رو چیز میکردن، عروسکی میکردن. اصلا عروسک، زن عروسکی کلن یه لفظ توهین آمیز و تحقیر کننده بوده. نه این رو مخالفت میکردن که نه چرا این کار رو داری میکنی. یه دیگه میگن نه این یه زن رها شده است، برای اینکه بچه به دختر بچه های اجازه میده این اسباب بازی و این عروسک خودشون تصمیم بگیرن که چی تن اون عروسک بکنن. و بعد که این کار میگیره، خانم هندلر روس تصمیم میگیره که آقای اسم مرد همراهش، یعنی شوهرش، نه اسم عروسکی که مرد باربی است و آه باربی یکی کمک کنید بهمون که چی اسمش، من اصلا نمیدونم، اصلا نمیدونی. نه. نه اونم الان یادم بیاد، دو پسر که میخواد بسازه، اونم فکرشو باز دو مرتبه در میون میذاره، با یه دزینه که طراح عروسک هم بودن صحبت میکنه، میگن که خیلی خوب ما یه مشکل اینجا داریم این وسط. میگن چیه؟ میگه که مرد رو اگر عروسک مرد بخوام درست بکنیم که همراه باربی باشه، این مرد رو چگونه نشون بدیم؟ تکلیف آلت تناسلیش چی میشه؟ با بچه هایی که میخوام با این بازی کنن چه جوری میشه؟ میگه طرح فراوانی میریزن و بعد به این نتیجه میرسن که فقط مثلا در اندام این عروسک مرد یه برجستگی کوچکی رو داشته باشه که قابل تشخیصش بکنه از خود باربی. بعد این میشه دوست پسر یا بوفرند. باب نبود، باربی نه، باب نبود. خیلی عجیبه من که اسمش رو بعد پیدا میکنی، مسئله نیست. بله بعد اونم احترام میکنه، اونم درست میکنه، بنابراین زوج براش درست میکنه، زوج درست میکنه، شخص براش. بله. یه پسر یه دختر. بله. و در طول تمام این سالهایی که این عروسک رو این بانو درست کرده تا به امروز که بالاخره این اواخر براش یکی دو تا رقیب پیدا شد که گفتن که این همش نمیشه که همه عروسک ها سفید و موبلوند و خوشگل و کمرباریک و این چیزا باشن، کمپانی های مختلف اسباب بازی سازی یا کسانی که طراحی عروسک میکردن به این فکر رسیدن که انواع اقسامش رو درست کنن، یعنی دختر سیاه‌پوست درست بکنن، دختر باربی مال خاورمیانه درست کنن با اون چشمای تنگشون، باربی اسلامی هم درست کردن، در ایران درست کردن، زهرای فاطمه چیزی هم اسمش گذاشته بودن. و خب میدونید که یکی از کسانی که به رقابت با باربی برخاست آقای ایزک لاریان بود، ایرانی که یاسمین رو درست کرد، اون عروسکی که یک کم هم چاقه، گفتن از این، نه که چاقه یعنی گوشتالو، آخه باربی دیگه خیلی باری که بعد گفتن یه سری دخترها و پسرها برای اینکه دخترها برای اینکه شبیه باربی بشن شروع میکنن رژیمای ناسالم گرفتن و میخوان هیکلشون رو مثل باربی درست کنن، یا اون اینم یکی از اعتراضاتی که بهشون میکردن. ولی در کل خیلی کن. بله یکی از دوستان فرستاد، ممنونم، آقای کن همراه باربی، کن و باربی بله، گفتن که این در واقع نماد درستی از زنی که برای قرن 20 و 21 باید باشه نیست و باید ما انقدر خواستار گوناگونی نوعهای مختلف و در واقع نشون دادن اینی که همه ما با تفاوت‌هایی که با هم داریم از نظر ظاهری، از نظر جسمی، از نظر بدن، صورت، اینها هممون قابل احترامیم، هممون کرامت خودمون رو داریم، اینها. این برنامه شروع شد و الان خب میدونید که اون کمپانی آقای لاریان هم به شدت موفق بود در موفق بود. بله خیلی موفق شد و در تمام دنیا الان عروسکایی که درست کردن در همه جا هست. و کارخونه کجاست؟ نیویورک؟ کارخونه‌شون نمیدونم کجاست، فکر میکنم که در خاور دور باید باشه، یعنی در چین و اینا میسازن، فکر میکنم، مطمئن نیستم، اینو به زرس قاطع نمیتونم بگم، ولی خب آفرینندش اینجاست، در شهر لس آنجلس زندگی میکنه. چند سالشون وقت آقای لاریان؟ جوانه فکر میکنم، مثلا جوانه؟ نه جوانی که میگم به نسبت ما جوانه نه، ولی شاله عجب ابتکاری، من فکر میکنم که مثلا تازه از دانشگاه در اومده بودن که اومدن آمریکا، بعد مثلا 64-65 سالش باشه، ولی بسیار مبتکره. پوست یاسمین چیه؟ چه رنگی؟ یاسمین چون دختر خود، اسم دختر خودشون هم یاسمین، اون رو گذاشتن، پوست تیره داره، ولی انواع داره، انواع عروسک های مال کمپانیشون هست که اونا دیگه اون وقت میگم از عروسک سیاه پوست و سفید پوست و زرد پوست و همه نوعشو دارن، سرخ پوست و همه نوع هستن و این
خب اینم یه ابتکار بود و یه تغییر خیلی اساسی در صنعت عروسک‌سازی در از آمریکا شروع شد. به خاطر هم هست که خود من نمیدونم یادم نیست برای یه نفر نمیدونم برای کی بود داشتیم میرفتیم یه جایی قرار بود بچه برای دخاره دختر خانمی رفتم یه بار بگرفتیم یه عروسک میگنم روسا بار بیه ولی چی داشت لوازم پزشکی هم بایش بود فهمیدم دکتر پزشکی میتونی همه کارش لباس پرستاری دارم یعنی شغلای مختلف داشت فضا نورد شده دیگه با توجه به بله درسته درسته با توجه به خواسته بچه ها چون خب همه چی در امریکا با آمارگیری و سوال پرسش و سنجش و این چیزا به پیش میره اون چی که خواسته بچه هاست براشون فراهم میکنن و دیگه میگن گمان میکنم اگه اشتباه نکنم من در این اواخر همین عروسک باربی بود که با برای LGBTQ در آوردن با چیز رنگین کمان با یا با پرچم رنگین کمان یا با لباس رنگین کمان یه ابداع اینجوری کردن. فیلم دیگه همش صورتی رنگ همه بله یه چیزی هم مودی هم راه افتاده که کسانی که میخوان برن تماشا بکنن لباس صورتی بله لباس صورتی بپوشن و این چیزا بالاخره با این رنگ طرف. و با این لباسایی که خیلی لباسای زرقی برقی و این چیزا بود معروف شد ولی خب حالا خیلی دیگه اومده رو زمین مثل انسان‌های عادی شده باربی خب دیگه به اندازه قبلم شهرت نداره چون رقیب الان پس عمر باربی چقدر الان حدوده مثلا 50 60 ساله نه 60 ساله فکر میکنم کمتره در سال 1959 برنده جایزه بهترین اسباب بازی سال شده 59 60 40 سال نه 64 5 سال بله 64 سال درست پس 64 سالش ولی جالبه که بعد از 64 میگیرن بله میگن مثلا باربی الان 50 ساله شد الان 30 ساله شد حالا که اتفاقا یه بحثی هم بود که میگفتن حالا که مثلا زن میان سال شده باید یه باربی میان سال هم درست بکنن و در هر حال یک صنعت پر سر و صدا و پر از حواشی این خانم عروسک خانم باربی بویفرند چرا براش گرفتی الان درست نیست که من دخترای حالا بویفرند دارن یعنی همش بحث بوده و خیلی هم بی بی سی مصاحبه میکنه با روت و که دو سه سال قبل از فوتش این مصاحبه رو میکنه میگه خودت حس چیه یه دی زیادی از فمینیست ها مخالف تو بودن گفت من موقعی که اینو ساختم داشتم کار میکردم یه انسانی بودم که خلاقیت داشتم میخواستم خلاقیت خودم رو به اثبات برسونم و اینها ولی به زندگی خودم که نگاه میکنم اینم از همه اون فمینیست های دیگه من فمینیست ترم خودم مستقل بودم کار خودم میکردم برنامه خودم رو داشتم کمپانی خودم رو داشتم و بعدم یک زن آزاده درست کردم یعنی انتخاب رو دادم به دخترها که هرچی میخوان چیزی رو براشون دیکته نکردم که اگه بخواید سلام. اونم دیدگاه خودش بوده توی فیلم باربی هم نقدی که من در موردش خوندم این که خود روت سایش میاد و میره با باربی چالش های چیزی داره علت این که خیلی هم سر صدا کرده میدونید که میتونید حس بزنید چرا نه. برای این که یکی از زیباترین آگهی ها رو درست کردن براش یعنی در پولی که برای تبلیغات فیلم باربی گذاشتن این همه بیننده رو کشونده به طرف ولی در مقابلش فیلم اوپنهایمر که آقای دکتر مقصود رو میگفتن انقدر خرج تبلیغاتش نشده ولی سوژه درامه و اون هم دو سه تا از ترفندهایی که درش به کار بردن یعنی ترفند انفجار بمب هسته‌ای که در فیلم هم هست رو همه توصیه میکنن که برید تو سینماهایی که اکران آی مکس دارن ببینید برای که اون واقعی شما فکر میکنید خودتون اون وسط هستی حالا شما بگید آی می بودی من که میخواستم بلیت این فیلم رو بگیرم تا کی بلیت ها تموم سولداته و فروخته شده یعنی حالا با دو سه ماه چهار هفته دیگه تمام بلیت نیست بلیت مثلا اینی که دو نفر برن ممکن یه تکی اینور باشه یه تکی اونور باشه یا یکی دو تا مثلا جلوی باشه نزدیک پرده باشه که میگن خوب نیست آیمک رو بعد از آیمکس رو بعد از دور تماشا کرد با دیریم از بازار آگهی ها عبورو کن رو یه چیزی میدونم کن الان به عنوان دوست باربی مسلمان در زندان خب باش
چقدر لوسی. آره یه دختر سبکسر بلحبست، ولی الان ببینم توش یه فلسفه هست، دید عجیبی داشته این خانم، کسی که مختره باربیه. بله خودشم میگه، میگه خود اون موقعی که به من اعتراض میکردن، من چون سرگرم کار بودم انقدر در کارم غرق بودم که اصلا دنبال این که به اینا جواب بدم و این چیزها رو نداشتم، ولی بعد خودم الان که دارم فکر میکنم، یعنی مصاحبه بی بی سی باش کرده 3 سال پیش قبل از اینکه فوت بکنه، 2 سال قبل از فوتش باش مصاحبه میکنه، میگه که خب من نمونه یه زن فمینیست، خودم مستقل بودم، کار میکردم، دستاوردم این باربیه که این همه جا همگیر شده، فلسفه به قول شما پشت سر اینی پشت اینی، بخواستم یه زن آزاده مستقل رو بعد به دست دخترها بدم که خودشون لباسش انتخاب بکنن اینها، نه بعد اظهار رضایت کرده از زندگیش و از دستاورد خودش، که به نظر منم خب به عنوان یک مهاجری که به امریکا آمده بوده یه زن موفق فوق العاده بوده برای زندگی خودش. همون جرقه ای که زدش سرش برای که این باربی رو باهوش بوده دیگه، اونو که دیده خیلی دیدش خیلی بله به این خود مؤسسه‌ای که عروسک کارخونه عروسک سازی متوجه نشد، نه مطل نگرفت، چیزی داره از دست میده. دقیقا صحبت دیگه که میخواستم بکنم در مورد از شما بپرسم، اولا شما تو شعری گفتین که توش عروسک باشه خودتون، نمیدونم به خاطرم نیست، به خاطرم نیست. میدونی چقدر چند دین و چند از شعرها در اشعارشون عروسکه و خوانندگان ترانه سرایان هم هست، یعنی خود این عروسک رو این موقع که مقداری آدم راجبش فکر بکنی میبینی یه چیزی که با زندگی ما آمیخته شده و بعد معانی مختلف داره، معانی مختلف. توی یه شعر میگه که من مثلا عروسک نیستم که تو با من بازی کنی، یکی میگه من مثل عروسکم نمیدونم چیزا، و یکی از قشنگترین شعرها رو فروغ فرخزاد گفته بعد راجب عروسک، یعنی عروسک توشه و آخرش اشاره به عروسک میکنه، اول تایید سری تعاریف میکنه، بعد دوست داری گوش بدیم اونو با صدای خودش، با صدای فروغ. بیش از اینها آه آری، بیش از اینها میتوان خاموش ماند، میتوان ساعات طولانی با نگاهی چه نگاه مردگان ثابت، خیره شد در دود یک سیگار، خیره شد در شکل یک فنجان، در گلی بیرنگ بر قالی، در خطی موهوم بر دیوار، میتوان با پنجه های خشک پرده را یک سو کشید و دید در میان کوچه باران تند میبارد، کودکی با باد بادک های رنگینش ایستاده زیر یک طاقی، گاری فرسوده ای میدان خالی را با شتابی پر هیاهو ترک میگوید، میتوان بر جای باقی ماند در کنار پرده، اما کور اما کر، میتوان فریاد زد با صدایی سخت کاذب سخت بیگانه، دوست میدارم، میتوان با زیرکی تحقیر کرد هر معمای شگفتی را، میتوان تنها به حل جدولی پرداخت، میتوان تنها به کشف پاسخی بیهوده دلخوش ساخت، پاسخی بیهوده آری 5 یا 6 هر، میتوان چون صفر در تفریق و جمع و ضرب حاصلی پیوسته یکسان داشت، میتوان چشم تو را در پیله قهرش دکمه بیرنگ کفش کهنه‌ای پنداشت، میتوان چون آب در گودال خود خشکید، میتوان زیبایی یک لحظه را با شرم مثل یک عکس سیاه موسیقی فوری در ته صندوق مخفی کرد، میتوان در قاب خالی مانده یک روز نقش یک محکوم یا مصلوب یا مغلوب را آویخت، میتوان با صورتک ها لختی دیوار را پوشاند، میتوان با نقش های پوچ تر آمیخت، میتوان همچون عروسک های کوکی بود با دو چشم شیشه ای دنیای خود را دید، میتوان در جعبه ماهود با تنی انباشت اسکا سالها در لابلای تور و پولک خفت، میتوان با هر فشار هرزه دستی بی سبب فریاد کرد و گفت آه من بسیار خوشبختم. خب یکی از زیباترین اشعار فروغ که چقدرم اشاراتش به عروسک، به اعضای بدنش، به چشم شیشه ایش و اینها زیباست، و همونطور که گفتم
یه بخش مهمی از زندگی همه ماست، زنان به خصوص. و خب حالا پسرام عروسک خاص خودشونه دارن، اونا هم عروسک بازی میکنن و دوست دارن عروسک رو، نوعش با هم فرق میکنه. مال اونا قهرمان های فوتبالن و نمیدونن بسکتبالن، این چیزه که عروسک های اونا رو براشون ساختن. بعد آقای کنم که در خدمت پسران محترم هست که با اونا بازی بکنن. در هر حال این نفس، این که با یه موجودی که شبیه به خودته ولی موجود کوچکتری و فرمانبرم هست، هر کاری میکنه، دستشو میذاری بالا میره بالا، میاری پایین میاری. حالا که اگه که قلبشو یا سینهشو فشار بده شروع میکنه حرف زدن، برای چشمک زدن دیگه با این تکنولوژی جدید. میدونید که عروسکایی هم درست کردن که میتونه مکالمه بکنه باتون. دکمه که فشار میری میگه بگو به من چی میگی، من تکرار میکنم حرفتو رو. بعد این تشویق میکنه بچه ها رو، میگه حرف بزنن، حرف زدن رو یاد بگیرن، محبت رو یاد بگیرن، I love you نمیدونم دوست دارم، این چیزام توش هست. یعنی پشت، همونطور که داشتید شما صحبت میکردید، پشت صنعت عروسک سازی یه تفکر خیلی عمیقی نهفته است. و اینی که بچه ها دوست دارن موقعی که بزرگ میشن، از موقعی که میفهمن یه چیز به اجسام بیرونی رو میفهمن چیه، با یه موجودی یا با یه اسباب بازی به نام عروسک شبیه خودشون ولی کوچکتر از خودشون بازی بکنن. میگن وقتی زلزله میاد بچه‌ها دنبال اولین چیزی میادن عروسکاشونه. آخه اونا چی شدن؟ اونا چه سر دنبال نون و غذا اینا نیستن، دنبال عروسکشونه، عشق به اونا. و یکی از شعرهای بزرگ ما که معتقد ما خودمون عروسکی ما عروسکی و خیام دیگه، ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز، از روی حقیقتی نه از روی مجلس، واقعیتی نه. ما عروسکیم، عروسک باز یکی باید عروسک بازی میکنه، اشاره میکنه با آسم اون فلک. فلک شد میدونی که فقط همشهری های من و شما به عروسک میگن لعبتک. آره لعبتک. شیرازی هم میگن لعبتک لعبتک. خب جالب میخواد چی بذاریم؟ هایده طرح. هایده روش به عروسک عروسک بله روش میکنه. عروسک جون فدات شد، تو هم قلبت شکستی که صد تا شب نمیش توی چشمات نشسته. منم مثل تو بود دریا عشق هستم توی چشمان بزار که تو مد ها شنیدی که تلخی ها چشیدی عروسک جون تو میدونی که حسرت ها کشیدی عروسک جون زمونی منو گوشم انداخت به جای هجده بمیره اون که میخواسته ما رو گریون ببینه سرای سینه ها رو زیدم بیرون ببینه باید اونجا به خوش تو گل دونه شکسته نه اینکه باغبون نیست در خونه بست که تو مد ها شنیدی که تلخی ها چشیدی عروسک جون تو میدونی که حسرت ها کشیدی عروسک جون به جای هجده بخت برام زندون غم سر بمیره اون که میخواسته ما رو
بریم. خیلی فوق العاده جالبه. این تیکه اولش هایده داره چه به عروسک داره میخونه، صداش ناگهانی میشه دختر خانم 10-12 ساله. گوش کنی. صد تا شب نمیش توی چشمات نشسته، منم مثل تو بودم یه روز تنها. صدا کودکانه میشه. خب برای عروسک بازی سن خاصی وجود نداره. شما میبینید بسیاری از خانم ها، دختر خانم هایی که سن بالا هم دارن، کلکسیون عروسک دارن و عروسک بازن، یعنی عروسک های مختلف رو میخرن تو خونه جمع میکنن، روی تاخچه شون میچینن اینها. در حال این عشق فراموش شدنی نیست دیگه، باتون هست. خانم های سال خورده تو آمریکا که اصلا عروسک فروشی از مخصوص اینا، خیلی چیزا کوچولو دارن تو خونه شون. انواع و اقسام مجسمه های کوچیک، نمات های قشنگ، خیلی دوست دارن. بله، کسایی که آمریکایی اهل جمع آوری هستن، گردآوری. عروسک هم یکی از چیزایی که جمع میکنن، کلکسیون میکنن. میگن گاهی به ساعت عشق خودش جور میشه، گاهی به صد مقدمه. من شما قرار روش به عروسک صحبت کنی؟ نه، بله، واقعا میخواستم راجع به دادگاه نیلوفر حامدی صحبت کنم که امروز بود و صحبتی که حیرت انگیزه این دختر، دختر بزرگ واقعا افتخار میکنه. بله. تو محاکمه گفت من به کاری که میکنم افتخار میکنم. بله. میبالم به این کار. بله. و واقعا خب برای من به عنوان یه روزنامه‌نگار کهنه کار حالا قدیمی، شاید دو نسل از این نیلوفر حامدی جلوترم بزرگترم، من هم به او افتخار میکنم و به تمام زنان روزنامه‌نگار ایرانی، برای اینکه در محیطی که اینا دارن کار میکنن، در فضایی که دارن اینا کار میکنن، باور نکردنی شهامتی که دارن، باور نکردنی که چگونه استقامت دارن، باور نکردنی که موقعی که حتی به دادگاه میکشوننشون، توی دادگاه وای میسن و حرفشون رو میزنن و نمیترسن. این نترس بودن این نسل جدید ایرانی همیشه برای من باعث حیرت و در این حال باعث افتخار. امیدوارم که سلامت باشن، امیدوارم که یه کوچک عقلی به کله اون قاضی صلواتی بیاد که موقع که اینها رو محاکمه میکنه و موقع که براشون حکم صادر میکنه، اینقدر حکمهای ناجوان مردانه و واقعا واقعا دور از انصاف برای این بچه های جوان نبره. چی کار کرد؟ یه عکس گذاشته، رفته گذاشته یکی از پدر مادر مهسا. اصلا اون موقع نه صحبت انقلاب بوده نه هیچی، یه دختری بوده که کشته شده، این رفته یه گزارش تهیه کرده ازش. بابت اون الان یک سال تو زندانه. بله. یک سال تو زندانه بدون تکلیف. تازه الان دادگاه بعد از یک سال 300 روز زندان، تازه الان دادگاه. بله. گرفتن براش. بی فرهنگی دیگه، نسل بی فرهنگی امروز بر سر کاره، درک درستی نه از دنیا داره، نه شعور داره، نمیفهمه، نمیدونه چطور باید با مردم تعامل کرد. هر حرکتی که در خلاف جهت حرکت جمعی یک مملکت، یک کشور، یک جریان، یک باور هست، خب همیشه مشکل پیدا میشه براش و با دردسر مواجه میشه. میدونی خبر این دختره که کنشگر محیط زیست، این گرتا تونبرگ؟ بله، بله. اونم گرفتن، پلیس گرفتنش، بله، احضارش کردن به دادگاه برای اینکه نقض قانون کرده. او رو هم نمیذارن. آخه یه دختر جوان 13-14 سال، چه الان بیشتر نبود، الان 16 سالش، این دختر 16 سالی که اینقدر عشقش اینه که و دغدغش اینه که محیط زیست و سلامت بکنه، ولش نمیکنه، رهاش نمیکنه. اونم دیگه توی زیر در جمهوری اسلامی که نیست، توی کشور خارجی و بازم اذیتش. نقش مهمه. ببین یه دختر 14 ساله، دو سال بیش از قبل از کرونا، دختری بود که توجه جهان رو به موضوع گرمایش زمین جلب کرد. درست. و موفق شد، رهبر این جنبش شد. کماکان همین رهبر هم هست، رهبر این جنبش، و اعتراضاتش داره ادامه میده و هشدارهایی هم که داره میده واقعا خب همه کسانی که تو این زمینه تخصص دارن معتقدن که اون مبالغه نمیکنه. نه، داره هشدار میده و میگه اگه قرارش اینطوری ادامه بدیم ما به تای قرن هم نمیرسی. درسته، دنیا دچار فروپاشی میشه. عجیب این عشقی که داره برای اینکه این کار رو انجام بده و با تمام وجودش، با باور و با ایمان داره این کار رو میکنه به اونچه که داره در موردش کار میکنه. هر کسی
همیشه میگفتن که پیشروان و یا پیشروان حرکت‌های مهم پیشاهنگان حرکت‌های مهم فلسفی سیاسی اینها مردان و زنان خردمند جا افتاده هستن. خب الان پیشاهنگانشون جوانان خردمند هستن. همین یکیش اینه، یکیش مثلا ملالای. بله درسته. بله اینا همه جوان پاکستانی. بله اینا همه جوانن و اینا رهبران آینده که نه رهبران امروز جهان هستن در زمینه‌های مختلف، حقوق بشر، محیط زیست، مسئله مبارزه با دیکتاتوری، مسئله مبارزه با اختناق، همه اینها می‌بینید جوانن همشون و واقعا آدم احترام می‌ذاره بهشون و واقعا فکر می‌کنم که ما همچی چیز رو من به این سرعت نمیدیدم در که در زندگی خودم به این سرعت ببینم که این نسل جدید زی که بهشون هم بسید چی کار داره تو ایران. بله بله که واقعا چی میکنن اصلا. همینطور که شما گفتید حیرت انگیز این شجاعت و تحولی که در این دختر هاست. همین اشاره کرد به خانم حامدی نیلوفر حامدی روزنامه نگاه. خب و جالبه اون چی که به نظرم باز این اهمیت داره واکنش دنیا بود نسبت به کار بزرگی این دختر، همین که حمایتش کردن، جوایز متعدد بهش دادن، روحیه بهش دادن با اینکه تو زندان بود. خب تعداد روزنامه‌نگاران زن آقای میبودی در مقایسه با روزنامه‌نگاران مرد خیلی زیاد نیست، کمتر از اون است، تعدادشون کمتره. ولی ببینید چند تا روزنامه‌نگار زن الان تو زندان. بله درست. چند تا زن اهل قلم تو زندانن، اهل فکر تو زندانن. بر نمیتابند این زن ها و هیچ قانونی، یعنی هیچ قانون بین المللی هم نمیپذیره که شما یکی رو بگیرید زندان بندازید دستگیرش بکنید در بازداشت 300 روز در بازداشت نگرش دارید بدون که بهش بگید تکلیفش چیه، جرمش چیه، بیاد بیرون سرش هم بالا باشه و شما ازش بترسید. همه اصلا انداختنش تو بازداشت که تن نشانی ترسشون از این آدم. من همانجا نمیدونستم که وقتی این جنبش شروع شده چه تعداد هنرمند سینما، هنرمندان معلل اصول پشت سر این جنبش بودن، بیانیه دادن، اعلامیه دادن، اعلامیه رسمی دادن. فکر کنم مثلا 50 نفر 100 نفر بیشتر حدس نمیزدم. وزیر ارشاد اعلام که معاون وزارت ارشاد هاشمی تعداد شد چند نفر بود؟ 2000 خیلی 2000 آدمی که از زندگی دست بشوید، یعنی آماده باشن اتفاق بدی براشون بیفته. جمهوری اسلامی آدم یه بخش عظیمیشون که خب مجبور شدن که کشور رو ترک بکنن، فرار کردن. همینطور یعنی که خب اگه میموندن بلای سرشون میآوردن و بهتره که مبارزه اگه میخواد مبارزشو بکنه در جای امتری بکنه تا اون که یه جایی که خطر جانی داره براش. یعنی که این خبر تازه سلمان یاسینه، این پسر جوان رپر که قاضی تشخیص داده که این بیماری روانی در فرزادش به بیمارستان روانی اونو. یعنی اگه نباشم اونجا میشه دیگه. یعنی شما ببینید چه دارن به سر این نسل جوان میارن. یعنی هر خبری که میخونی یه ضربه محکمی که میزنه مثل یه تیز میخوره به قلب ماها که میشنویم. به نظر مثل فولاد آب دیده دارن میشن. یعنی فهمیدن مشکل در کجاست. ریشه تمام مصائب و تراژدی های تاریخ ایران رو این مردم شناختن، به ویژه این نسل. در چه به نظرم آره اینا دارن عملا گور خودشونه میکنن. همان جان تشکر میکنم از حضورم، خیلی آموزنده، چقدر عالی بود. از باربی هم تشکر میکنم. تیزر باربی رو بذارید لطفا. با تیزر باربی خدافظی میکنیم. با تیزر باربی فرخ جان سپاسگزار. Hey Barbie, can I come to your house tonight? Sure, I don't have anything big planned, just a giant blowout party with all the Barbies and planned choreography and a bespoke song. You should stop by. So cool. You can find me under the light. This is the best day ever. It is the best day ever. So is yesterday, and so is tomorrow, and every day from now until forever. Yes! You guys ever think about dying? When my heart breaks. Some things have been happening that might be related. When my world shakes. Cold shower. Ooh. Falling off my roof. Ah! And my heels are on the ground.